از تعدیل قانون توسط رئیس جمهور تا مهر رد مجلس نمایندگان امروز مجلس نمایندگان کشور فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی مبنی بر تعدیل ماده شش قانون ثبت احوال نفوس را رد کرد و بر اجرایی و نافذ بودن قانون پیشین که مصاحبه خود مجلس است تاکید کرد بر بنیاد این ماده جنجالی قانون البته در فرمان تقنینی جدید رئیس جمهور در کنار درج واژه افغان به عنوان هویت همگانی شهروندان افغانستان قومیت هر کدام نیز درج می شد که بر پایه تفکیک جدید حکومت تعداد اقوام افغانستان به هشتاد رسیده بود این در حال است که چرایی درج و یا درج نشدن واجه های افغان و اسلام بیش از سی سال است فراروی شناسنامه های الکترونیک افغانستان استاده و نمی گذارد که توضیح شود و برخی نگرانند مبادا رئیس جمهور این بار هم به با مجلس تمکین نکند و توضیح شناسنامه های الکترونیک به تأخیر بیفتد پس آیا واقعا رئیس جمهور غنی و در کل حکومت به این تصمیم مجلس ارج خواهد گذاشت و شناسنامه ها را بر پایه قانون مساوبه مجلس که قبلا تصویب کرده بود توضیح خواهد کرد و یا مردم افغانستان باز هم وارد یک بحران تازه شدند من رشاد زریر هستم و برای پاسخ جویی به این پرسش و پرسش های هم پیون با این بحث میکنم با آقایان عبدالرعوف انامی نماینده مردم در مجلس نمایندگان و آصف وردک کنشگر و خبرنگار آزاد خیلی خوش آمدید جناب وکیل سب چی شد که شما بر پیشانی فرمان رئیس جمهور با اونم با اکثریت آرا مهر رد گفتید با <applause> سلام عرض یاده بزرگ بینندگان بسیار محترم مهمانی عزیز و شما و دستان در قرانتان. اصلا فلسفه وجود شورا یا ولسی جرگه یا پارلمان ها در تمام دنیا یکی از همون فلسفه وجودی شمیست که بنباس مشکلات اجتماعی که در یک اجتماع در یک ملت در میانشان وجود می داشته باشه در دا اونجا پروسیس می شود و توسط آخر الامر کارت سرخ و سبز تصویب می شود و همگان به او اترام می کسایی که رای رد می تن, کسایی که رای تایید می تن امنایی که رای رد را دم می تن قانی می شود اصلا اساس زندگی در دنیای امروز به این مبناک گذاشته شده ما دیگر رای هم نداریم در هیچ موضوع ما نمیتوانیم توافق کلی داشته باشیم درست دیدگاه های متفاوت انسان ها چند انسان ها ارادی زندگی میکنند غریزی زندگی نمیکنند غریزی مثل مرچه مثل زنبور یا اصل ارادی زندگی میکنند دیدگاه ها متفاوت, متفاوت میتونه باشه پس هر کس سر دیدگاه خود استاد میشه و اختلاف نظر وجود می داشته باشد، کسانی سر اویتش یک ارزشی بالا قائل است کسانی سر زبانش کسانی سر سمتش کسانی سر ارزش های دینیش متقداتش آخر الامر رای حل برای حل بنبست پارلمان ایجاد شده و باید و در قانون هم آمده که مسوابه شورای ملی یعنی قانون مصوبه مجلسین در قانون اساسی ما هم آمده یعنی قانون قانون وقتی که به وجود می آید هیچ کس موفق قانون نیست رئیس جمهور ابدا حق نداره که توشه نکنه تا تو 15 روز میتونه رئیس جمهور به دلایل موجه به شورا بفرسته تا 15 روز اگر نفریست در قانون اساسی ما میکانیزمش مشخص شده که موضوعی تصویب شده توشه شده محسوب می شود ظاهرا بله. رئیس جمهور توشه هم کرده بودی قانون را عالی می آمدم سر این موضوع اصلا این فرمانی که صادر شد تعدیلاتی که در فرمان در قانون آمد خودش قانونی نبود ما تصویب کردیم روان کردیم پیش از اینکه رئیس جمهوری را توشیه بکنه به شورا نفریست در 15 روزی را به شورا روان نکرد مدتی بسیار زیاد گذشت این قانون معبوس مان 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 ماند من امروز باز ما تانیستیم دوباره سیر عزیز از این شما وقتی تصویب کردید و به رئیس جمهور فرستادید پیگیری نکردید این همه تأخیری که رئیس جمهور در توشش کرد چرا شما دنبال نکردید؟ مجلس نمایندگان آنچه را میتونه دنبال بکنه از طریق حرف است از طریق مراسلات و مکاتبات و درخواست از حکومت است بره. از این بالا کدام حربه دیگه برای تطبیق قوانین نداره رئیس جمهور چرا بارای کار کردیم که چرا این قانون تصویب شده است این مشکل نداره چرا این تطبیق نمیشه چرا عملی نمیشه اما دلیلش چی بود آن همه در مجلس بحث شد سرش بالاخره تصویب کردید و فرستادید دلیل این که رئیس جمهور توشیش نکرد و بر مبنای او شناسنامه رو توزیع نکرد چی بود به نظرتان خواه رئیس جمهور به استدلال خودشان مسلحت های اجتماعی افغانستان ها گویا اینکه در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی افغانستان هم ای بوده که باید واجه افغان سر همه اطلاق شود هم. در حالی که امی مشکل هم به نوع حل بود ما اگر بحثی منطقی و تاریخی اگر بکنیم کلمه افغان از دوران عبدالرمان خان به این طرف سر افغانستان افغان نه افغانستان تطبیق شده و آمده پیش از او افغانستان خراسان بوده ما این نمیتونیم بگیم که حالا کلمه افغان همه اقوام افغانستان از زیر پوشش قرار میده <applause> ما اصلا میتونیم بگیم که با وجودی که تاجیکیم، ازارستیم، موزبکیم، پشهیسیم، نورستانیسیم باز در دا داخل قوم های پشتون، الکوزاییم، اسحاقزاییم، احمدزاییم، اچکزاییم، خروتاییم، سلیمانخیلیم، درانیسیم، هرچی هستیم <applause> در داخل اقوای مختلف ما میتونیم هممون افغانستانی باشیم و در بالای تذکیره کلمه جمهوری اسلامی افغانستان آمده اما موضوع افغان دی کلمه حلست هم موضوع اسلام جمهوری اسلامی افغانستان ای از نظر منطق خدمان از نظر رسم دنیا دنیا چی رقم همی مشکل حل کده در آمریکا، در هندستان، در پاکستانی همسایه ما و شما، در ایران همسایه ما و شما، در این متعدد اقوام متعدد زندگی میکنن بله. همشون به نام سرزمین چون یاد میشوند. ایرانی، پاکستانی، هندستانی، نشنالیتیش یا نیشنش اونم بالاش نه جمهوری هند. برای این مبنا شما میگید ما باید افغانستانی باشیم. ما افغانستانیستیم افغانستانی هستیم، دهی هیچ گپی نیست. اما ما نمیتونیم باز یک بار دیگه به با تکراری رو بیاریم ملت افغان باز ملیت رو بیاریم اشتاد ملیت ما چگونه میتونیم در صفحه تذکیره بیاریم اصلا این تذکیره ای ما باز هم مصنوی افتاد من کاغذ شد در جیب جای نمیشه درست ما چی رو مشکل حل میکردیم روی این عبادش بعدا بحث میکنیم جناب وکیل سیب ولی ب... شما تانستید بفهمید دلیل این که رئیس جمهور به این مسئله که شما حلش هم کرده بودید تن نداد چی بود و خودش مادر تعدیل کرد آیا چند تظاهراتی که در گوشه و کنار افغانستان شد و گفتن الا این که کنار هویت من افغان نوشته نشه ما نمیگیریم تذکیره را همین دلیل بوده یا دلایل دیگه در اطراف رئیس جمهور که گای شما متهمش میکنید هست ظاهرا خو امی دلایل اینو عنوان کردن ولی این دلایل نمیتونه موجه باشه حال یک تعداد اینجا تظاهرات کنن یک تعداد در شمال افغانستان تظاهرات کنن حالا ما شورای ملی داریم نمایندگان مردم آمدن در مجلس ما در اینجا هر مساوابه ای را باید اترام بگذاریم چون ما رای حل دیگه نداریم رای ما حل نیست ما از مردم افغانستان نمایندگی میکنیم ما 82 و دو رای امروز فرمان رد کردیم به این معنا موضوع ایجابیش این میشه که ما مساوابه قبلی را تایید کردیم بنابراین ما میگم که رئیس جمهور فوق قانون نیست حاکمیت قانون اصل است حاکمیت شفافیت اصل است از این اصول باید حمایت شود ما بریم به طرف یک افغانستان مدرن یک افغانستان قانونمند هیچ کس نمیتونه مفوق قانون باشه خلاص پس آقای وردک رئیس جمهور غنی ماده شش قانون را تعدیل کرد و گفت چون مردم افغانستان میخواهند باید واژه افغان هم درد شود و ملیت هر قوم هم که حالا هشتاد قوم شد به نظر شما این نمایندگانی که به نمایندگی از مردم در ولسی جرگه هستند اینا حق مسلم دارند بر مردم افغانستان و اراده ای مردم را تمثیل میکنند یا رئیس جمهور شما میگید این قانون را که اینا تصویب کردن و واژه افغان را درج نکردن این درست بوده یا کار جدید رئیس جمهور که دوباره ردش کردن اینا ده جلال اشانه هو تاس جناب وکیل صاحب همدارنگ استاسو دیر درنو و قدرمون و کتون سلام او, او درنوی ببینین بیاین از دید ملیگرایی صحبت کنیم در قرن بیستی یک زندگی میکنیم برای ما او کار مهم است که منطق حکم کنه هیلمی بحث کنیم ممکن بعض شباهات ولوسی جرگان داشته باشه ما با وکیل سیب سلام پالیم شیشتر ما, ما, ما راست بگویم نمیتانم بگویم ولوسی جرگه بگویم ولوسی شرم میگوم با یک تعدادش سلام احترام که شخصیت, شخصیت های میلیستن اما شما به نامش که شرم نه, نه. یعنی بله, بله ما را شرماندن چند روز چی حال است یک تعدادش سلام به عظمتش سلام به قیدهش سلام به ملیگراییش سلام به قاید اسلامی سلام رفیق سنگر ما بودن افغان هستند من یک تعدادش من نمیگم شما نمیگین وکیل صاحب شاهد است خوب است که وکیل صاحب است بله. یک تعدادش از خود پلیسی جی میگه میگه ما وکیل نیستیم که میشن کاری میکنیم او دیگه سر دیگه صدا میکنه میگه چرا در تشناب رو شوت میگیری پلیاز خدا پری روزی بکس بازی ایرا اشرف غنی قستان اتو سازه بر از که خودش خودش یک رئیس جمهور غیر قانونی است ملی را زیر پای کرده بله. یعنی قانون اساسی را و آل سر سوالتان نمیایین چرا این مشکل ایجاد کرده به که باز غیر قانونی بیاید چی گفتین دیگه دفعه در انتخابات رای, رای بوزی یا چی نامانده بودین گوسفندی آفرین گوسفندی این دفعه نوبت بوزیش است بله من با مسئولیت گپ میزنم من ایک چیزی که پیش بین کرده آدم بسیار عالم نیستم من آه. تا هر, هر تار سفی... سف... سفید ما با قیمت جوانیم خریدیم پینجا و یک سال شاگرد جورنالیزم دستم و این موضوعات کلشه دیدیم بچه سنگرام و یا کلشان سر خون ما تجارت کردن سر عزت ما تجارت کردن حیثیت آبرو برو بر از ای ملک نماندن یک اجنبی بیا یک کسی ببینه من تسکینه بسیار سابقه دارم و کلمه وکیل صاحب از افغان سابق است 450 سال خو تا 800 سال سابقه دارم فرضاً من یک مثال میارم خواب. 450 و چند سال پیش خوشحال خان خطک گفته د افغان پننگ میوتر لطوره د افغان پننگ میوتر لطوره نگیالهی ده زمانه خوشحال خطکیم خطک خاتک اونو ده پایان اورد. درست. چرا او وقت در جغرافی افغانستان وام جغرافی ما بود هدف آ... یک شاعر بالاخره میتونه افاده کننده اراده ای مردم باشه نه آ... تاریخ شاهدت است مدارک تاریخی وجود داره مطلق داره اصلا از بس نبراییم ما اول فرق بین ملت و ملیت و قوم آ... باید تعریف کنیم درست میلنی. چه تعریفی وجود با تحصف ما در این میزای مدور سناتور میبینم جنرال میبینم وزیر میبینم با تحصف چی میگه؟ میگه ما ملت های افغانستان باید یک دست شوید کدام ملت های افغانستان رو به خدا گرفتار نشوی ملت واحد داریم که ملت واحد افغانستان داریم ملت های افغانستان یعنی تجدید میکنه این ملت نامش چی است؟ این ملت نام جغرافیایی افغانستان است ببینید ببینید ما ملت واحد داریم درست. ملیت واحد به نام افغان داریم و اقوام شریف داریم ما دو سه سال پیش هم رای خود در یک میز اینجا داشتم ما گفتم سابق هم تذکریم هم سابق است جمهوری اسلامی افغانستان این معنای نداره وکیل که مم. کل ادبای افغانستان مسلمان است اهل هنود داری مم. باید قومش و مذبش نوشته شود سابق هم تو بود نام ولد فرزند مذهب یا دین اسلام م. که باید نشاشه از اهل هنود نوشه شد اهل هنود درست یا یک افغان نمی های تابعیت میگیره مسلمان نیست بعد از اون ملیت نوشه که ملیت کل ادواع افغانستان ملیت واحد ملت واحد به نام افغان داریم که این وحدت ماست م. مگرم اقوام شریف افغانستان با کدام منطق قسمی میکنین من نمیخوایم قوم ما گم شوه. باید میگن در بالا جمهوری اسلامی افغانستان است شما میگید تو بسندن است دیگه جمهوری اسلامی افغانستان دلیل میارم اهل هنود اسلام است افغان است بهش افتخار میکنم اهل هنود افغان دارین یا نه یا دینش اسلام است نیست خیلی چی برش نوشه میکنید او علای دست شهار کلی پاسپورت های جهان نام مملکت نوشته است مگرم باید نشه شوه نام نوم ولد و غیره دین یا دین مقدس اسلام ملیت افغان قوم باید نوشته شوه ما سی سال پیش در یک بحث امرای خود یاد بس بح. اینو میره نوشته نکنه من نمیگیرم تذکره را. چرا در تذکری که فعلا دارم نوشته است پس کار رئیس جمهور کار درست بود رئیس جمهور کاری درستی کرد که گفت هم افغان باشه و هم مثلا تاجیک پشتون و غیره اردوش در شود کنار یک دیگر ایره گفته ایره رئیس جمهور در فرمان تقنینیش گفته بله نه که ملیت اه 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 اسلام باشه بله،, بله و قوم باشه بله خب ما این مشکل نمی بینیم پس, در... پس چرا پس اینا رد کردن ارز اینجاست اول اردو دوره ولیسی جرگه با رئیس جمهور در امرای قانون در تکر است رئیس جمهور باز میخواد خود انتخاب و این جنجال در تو یک وقت مندازه که تو نمیتونی های ال... الکترونیک بگیری که درج کمپیوتر شود <تصفح> چی میشه امو فرموده شما به انتخاباتی که تجربه داریم و آزمودن آدمودن خطاست گوستندی نامشه گرفتی؟ بل. این دفعه بوزی میشه صندوق ها را در کابل برد پر میکنه <تصفح> که پس بیاید پس چه منافع نمایندگان در مجلس هست که همکاری ما... کنن با رئیس جمهور چی دروغ بگویم من این بحث من یک عادت دارم من با سند باید گپ بزنم من می بحث ندیدیم که روی چی دلایل وابست کردن که عالم چیز بگن تا این سبجا تشریف دارن اه. اه. خیلی کوتاه کردن با بحث دوباره از از نظر من ما... انوان جمهوری اسلامی درست است هر هر مملکت نام خوده نوشته میکنه آلمان و امریکا مص... مثلا ایرانی پاکستانی و اینا ما افغانستانی هستیم به جناب اف... اف... افغانستانی هر ا... افغانستان هر تبش افغان است خب اینا هر... میگن نه افغان اه... نیست ولی افغانستانی است به زمین وکیل سر. ما اینجا باید دیر ادبی برای ما افغان افغانستانی یعنی چی جناب وکیل سی بیره تشریح شما آه... خب از عدبیات علمی گفتیم اطراف زیاد دارم با شما قطعا نمی برایم از اون من جدی طرفدار داره که که های ما و شما قطعا بر مبنای استدلال علمی و واقعیت های عینی جامعه بوده دلی. باشه آ... ما اگر آ... ما مخالفی نیستیم که اقوام ذکر شود در فرمی جدایی که برای هر خانواده داده می شود مذهبش قومش نامش ولدش مشخصاتی زیادی داره که از سی فقره میگذره اینا همه قدش رنگ چشمش چی و چی همه از اینا در او درج میشوه که او در دیتا ثبت میشوه او همه چیزش به مرکز ثبت اول نفوس میایه تنها در تذکیره که در ظاهرش برای ما داده میشوه یازده مشخصه مثل کشورهای مدرن دنیا واری او جا درج میشه و که ما وقتی بیرون می این تذکیره هستی. ما هست ما ما کجایی هستیم بله بله این بله مشکلاتی مشکلات بله. ما را در اونجا حل میکنه مشکلات داخلی ما به اساس یه فرمایی که به خانواده ها توزیع میشه و او حل میشه ما قطعا طرفداری که پیش ماستم اما ما اگر افغانستان را به اقوام مختلف تقسیم کنیم اشتاد قوم ها. چی رقمی در, در, در تذکیره ما میاریم اشتاد قوم ها. ما چی نه ده هر تذکره خوشات قوم نمی آید قوم خودش نام می آید ببخشید ما چون بس نه درست درست ولی اینمی یک مشکل است که افغانستان به اشتاد قوم یک بار دیگه تقسیم کنیم هم. امی اشتاد قوم باشه در فرمه جداغانه خانواده ها باشه اما در تذکره بیرون بهتر این نیست که ما همه در بیرون افغانستانی باشیم تا این که هر کدام ما در بیرون به نامای کوچکی این آن یاد شویم و در بسیاری از کشوران نفهمند که این اینش چی معنا داره این اینش چی معنا داره تا هویت افغانی ما زیر پوشش براوه این یک موضوع موضوع دوم موضوع کلمه افغان کلمه افغان هیچ کس مخالفش نیست که افغان نباشه افغان این را مخالفشند که افغان اعتوای همه را نمیکند چرا در تاریخ تیبری هم آمده میگه که در یک بخش آمده امو گپ شما را من تایید میکنم که از سابق کلمه افغان بوده ولی سر یک قوم خاص اطلاق میشده قوم پشتون میگه که آد میگه که ما میگه وقتی که محمود غزنوی به هند حمله میکرد در وقتی که بر میگشت از هند و صدمه میدید در اونجا و مقاومت علیش میشد به نوعی از آنها میخواست خدا از اونجا عقب بکشه وقتی که زده و زخمی میامدن در نوایی کوهای سلیمان اودال ها یا اوغان ها با اینا درگیر می اودال ها یا اوغانها. او دالها... دا اوغانها اوغان ها در اونجا اوغان ها می علیف و غین میه یعنی تاریخ تیبری بسیار سابقه قدامت دارد در اون زمان نامی از اینا اودال ها یا اوغان ها بوده نامی که؟ نامی محرم افغانستان؟ نامی, نامی... نامی... اه... یک قوم خاصی از قوم محترم پشتون اوغان ها بوده مهم. الی خب مشکل در این امیجاست که دیگه اقوام میگن خب ای یک گلی سرخ یا گلی سفید اما در جای خودش این نمیتونه که این نمی مرم در بر بگیره او یک گلی سرخی باشه که من کنارش یک گلی سبزی دیگه باشه ولی همه ما سفید باشیم ما ای را قبول نمیم ای را مردم قبول نمیم بر میگردیم پشتان وردک تایید میکنه نیده یک استدلال تاریخی هم کرده استدلال تاریخی داریم از نظر من ببینین در آلمانی شما جرمن و توگپا میگین و خود دوچلند میگه درست آه آه. یا حالا نیدرلند میگه من در تذکره نوشه میکنه دوچ درست دوچلند نید دوچلند نام مملکتش هست فرزن افغانستان نام مملکت خود قبول دارن یا نی؟ بله. بله چرا در جغرافیایی که زندگی میکنیم افغانستان نام درست هست. ایناله در افغانستان ملیتش چیست؟ یک خب از خود اگر تاریخ مراجعه کنیم یک چیز دیگر هم تا میشه که خود پشتون از کجا سر بالا کرده. بله. و این تاریخ ثبت است و هیچ کس نمیتونه انکار کنه از بلخ امروز از مزار منب اصلیش از اونجاست حتی اتو در بعض جای آمده که با اسناد آمده که خود تاجک و پشتون بالاخره در یک جای یک جای میشه منتها متوجه مم. شده از یک قبیله از یک خون هستن به مرور زمان آل فردن پشتونای ابان وردک خود در مزار است فعلا وردکی گب زده محلی وردکا در ایرات است فعلا در این گپ میزنن مم. و این خیشاوندی پشت ازی باید نگردیم ایناله چیزای فرمای قبول شده نریوال قوانین دنیا فرضا یک امریکایی را پرسان کنی یک چیز میگه امریکا یک آلمانی را... است اما بس اینو دیگه اگر ما من حیث یک ملت واحد برادر که در طول تاریخ لطفاً برای ما یک مثال بیارین اشراد قوم نید 120 قوم یا چارده قوم تا اکثریتش آدم استان میکنه که مطرح چند قوم هست تو یک پامیل هم درست قبول داریم. کدام وقتی یا بین خود زیر نامه پشتون و تاجک و هزارا و برخورد کرده بفرمایید برادروار زندگی کنند برای هر استعمار در سنگر واحد بوده دلست. که روز نشانی آخرش است اما وردکس بحث اینا استدلال چون گونه دیگه بود که من از بحث شما او را یک گونه استنباط بکنم پرسش بکنم این گونه که شما مثلا گفتید که آلمانی ها دوچلند ها دوچ میگن خودشان آه؟ آه؟ اما آیا دوچ نام یکی از اقوامی که در آلمان چندین قوم باشه بوده اینا میگن که افغان نام قوم پشت است و همه اقوام مردم افغانستان نباید افغان گفته شود مثلا این گونه استدلال کردن که یک گل سرخ و یک سفید نباید به خاطر سفید گل سرخ را هم رنگ سفید کرد میگن در کنار یکدیگر زیب داره که این گونه استدلالشان اینطور <applause> نه تمام اقوام افغانستان بر اقوام برادر هستند بله. و هر کدام شه. کسی میگه که زیب نداره خودش نداره این خیانت با افغانستان است بله نه. زیبایی بوده در گلای مختلف مگرم چرا افغان به همه گفته شد و اینا میگن افغان نه. نام پشتون است نه خیلی سی اگر باز بریم طرف ادبیات و لغت شناسی بس کلان میشه و این چیز علایده بگیرین میست که اونجا باز بعضی چیزهایی تا تاریخی که افغان میتونیم برای تاجیکان بگوین بر هزاران بگین برای از یک ملت واحد ملیت واحد داشته باشه ما یعنی به خاطر وحدت هویت ما باید الا شما قبول میکنین که افغان نام قومی پشتون است اما به وحدت بالای همه بخاطر بگذاریم نمیکنیم که یک بر جای جایا برش پتان نام گفته بله درست است آها. و به مرور زمان بعضی لغات یک رقم سپیل میشد و مرور زمان رقم دیگه سپیل میشه اما این از تاریخ تبری استدلال کردن که افغان و افغان بر قوم عزیز پشتونمان گفته میشده که حالا در کوهای سلیمانی زندگی میکردن یعنی در های مشخصی که اون طرف باشه به با هر قوم که ارتباط داشته باشی ولی وقتی که از جغرافی های افغانستان برامدی خودت افغان شناخته میشه هیچ وقت بر نمیگه که افغان پشتون بله پشتون یا افغان قبول میکنه بله پشتون درست پشتون قوم است که مربوط افغان است تاج قوم است که هویت اصلیش افغان است افغان کلیستان وزی افغان شاخه های دلیل این که هویت اصلی یک هزاره یا تاجیک یا بلوچ او قوم است اف... و, و... هویتش افغان باشه دلیلش چی است شما که من بس منطقه بهش تعلق داره وحدت ملی یک هویت واحد پیدا شه وقتی که ملت واحد داری باید هویت واحد داشته باشی که کل قلع... برمیگردیم به اون جا که نام یک قوم باید بالا به کف ما نه تاریخی کردن گفتن چرا گفتن از زمان عبدالرحمن چرا شکل قومی بدیم ولو او کل می پارلمان تصویب کنه که همی حویت ملی افغان نگیرین تاجک بگوییم چرا رد میکنیم تاجک افغان نیست خب باش از آره برخی هم استدلال شما در شبکه اجتماعی دیدیم که برخی هم میگه خب اگر ما بگیم هویت, هویت ملی تاجیک باشه همه میپذیرن؟ ما میپذیرم اگر ولی ما در مجلس دیدیم نپذیرفتن ما کسی که تظاهرات ها... کرد مانعی همین قانون شد نپذیرفتن دور از وکیل سه اصلا مجلس قانونی نیست <تصفح> خدا کشاندن تا که نه نه انتخابات میشه نه دیگه نه جرگه میای نه دیگه میای که میخواین <تصفح> تا که اشرف غنی جرگه امرایش میای ایره ایره مطمئن باشید ایره وان جای مگر بیایید که ما میلی و افغانی برای وحدت ملی یک مملکت کار کنین ما در وقت جهاد یک سنگر کی پشتون و تاجک سنگرش کی جدا کرده بود نش... م... مثال بده. همه افغان میگفتن؟ نه نه همه در یک سنگر می نیست یک افغان بود برای ما یک سنگر نشان بده که سنگر یک همه که مطرح باشه نه که چار نفر مثل کال زیر نام جهاد دیروز وکیل تان یک پولیس هم زدن نامش رو آدم درست نیست برای ما سنگرهای قوی در نشان بده که مطرح بود در افغانستان که تمام اقوام در او سنگر نبود من مثال برتان میارم در سنگر وردک ما که چل هزار امین برای ما داد کل اقوام بود من از پنشیر برتان مثال میارم امرای مسود کی نبود باش سیاف نبود محقق نبود وردک نبود چک نبود عذبک نبود یک قوم نشان بتن که نبود من زیر نام افغان و مسلمان بود بیایین که ما اول انسان خوب باشیم بعدا مسلمان خوب باشیم بعدا در یک, یک،, یک جغرافیه که زندگی میکنیم یک هویت ملی واحد داشته باشیم که بدون از کی،, کی کلان است کی خورد است کی متبر است کی غریب است تشکر جناب وکیل سیب استدلال هایی را که وردک سیب کردن واقعا شما را چقدر قناعت داد شما یک از جای تاریخ یک نمونه ارائه کردید ولی اینا از تذکری خودشان میگن که خیلی سابقه است و افغان هستند و بحث افغان بودن همه اقوام به زمین ها تا 800 سال پیشین هم داره 400 سال و بیش از او هم داره واقعا چونین هست اگر چونین هست, چون هست چرا شما نمایندگان نمید به نوی بین خودتان کنار بید هویت همه که افغان بوده را بپذیرید از این بومبست و بکنیم ما خود در این موضوعات مشکل تاریخی داریم تاریخ افغانستان در گذشته هاش که سرزمین به نام آریانا و خراسان نامگذاری شده علتش در حکام ازی بوده بعدا که باز این سرزمین به نام افغان و افغانستان نامگذاری شده این هم واقعیت همیسته که کسانی که حاکم بودن این را ساختن ولی واقعیت تاریخی ای را ما نمیگیم که ما این موضوعات دامن میزنیم و سری موضوعات دنیای خدا جهنم جور میکنیم نه ابدا همچه گپی را ما خواستارش نیستم و میشم مخالفش هستم ولی واقعیت های تاریخی را آدم این کار کرده نمیتونه آمدن حکام از قوم محترم پشتون ما آمدن اویت جمعی ساختن افغانستان هم نام گذاشتن افغانستان که امی خودی کلمه افغانستان هم همه اقوام افغانستان رو در بر نمیگیره مثل ایران وری نیست مثل پاکستان وری نیست که پاکستان خلاص این نام یک قوم نبوده که به یک سرزمین اطلاق شده باشه اینجا نام یک قوم به یک سرزمین اطلاق شده این مشکل بسیار مشکل بنیادی و اساسی است ما از این نایه بسیار متضرر شدیم ببینین اینجا خراسان بوده و تا بلخه 500 سال ایران زمین میگفتن در شنامه فرداوسی بخونین سمنگان ایران زمین است شنامه فرداوسی را که بخونین می آید ای مثلا ظالم که رستم می جا با تامینه ازدواج میکنن میکنه و از تامینه زال زرد سراب ب... به ب... دنیا می آید و این سرزمین ایران نام داشته هست و در بلخ مثلا مولانا های بلخ به دنیا می آید ابو علی سینا به دنیا شخصیت های زیادی ما که در این سرزمین به وجود به امام قرطبی و امام فخردین رازی در هرات و صدها شخصیتی که کدام های از این نام بگیرم در سرزمین ایران سابق به دنیا که آل سید جمال افغان که در کنر به دنیا حالی همه از اینا را ایرانی ها میگن که از ماست ما در مقابل خارجی ها استدلال کرده نمیتونیم در مقابل ایرانی ها میگیم که درست در ایران امروز او رو صحیح، اما ایرانی امروز نه اینا به دنیا نیامدن در ایران های گذشته ای که افغانستان هم جزی از او بوده افغانستانی امروزی در او وقت اینا ای سرزمین در سرزمین در بلخ امروزی که حال در افغانستان است اینا با وجود میان ما در مقابل از اینا استدلال کرده میتونیم اما اروپایی ها چی میدانند که اینجا یک وقت ایران نام داشته و باز ما چی رقم استدلال کنیم که بقبرانی مولانا از ماست درست ابوالی از در رنگ ما... تاریخی تون با ما کوتاه مثلا کسان مثل آقای زرین کوپ از خود ایرانی ها انتقاد میکنن این که ایران کهن ای که کهن ای که هشت ایالتش ای. در جغرافیایی به نام افغانستان امروز بوده و چهار ایالتش مربوط ایران ای که کهن فارس بوده ای. و فارس ایران شده ولی خراسان افغانستان شده اینا کلش خیانت های زعما بوده شما گفتید کار زعما بوده اما نگفتید خیانت واقعا این خیانت بوده خو اتو در زمان وقتی که ایران در زمان نادرشاه که قبول نشد گفتن ایران نام نمانین شما کشورتانه ایران وقتی که استقلالش میگرفت و کمی افغانستان دعوا کردن که شما ایران نام نمانین اگر شما ایران نام میمانین شخصیت های تاریخی ما را شما پسان ادعا میکنین که از سرزمین شماست شما ایران نام اونا در زمان گفتن که شما یک نام میبانین که همه را در بر بگیره. حکام ایران زعمای ایران این طرف گفتن شما چرا یک نام قومی به زمین تان میمونین <applause> یک نام تاریخی بانین ایران شمالی بانین <applause> جنوبی بانین یک نامی بانین که شما شخصیتات ها ن... از دست نکنین ولی هم تو گفی بابا نشد. و مثل نادر خان مثل عبدالرحمن خان و اینا, <applause> اینا کسانی مثل آلا آشم خان و گل محمد خان محمد و اینا که تلاش بره. افغانیزه سازی کردن هدفشان هویت ملی نبوده و هدفشان وحدت اقوام افغانستان بوده احمد شای عبدالی نکرده احمد افغانستان عبدالی... نام افغانستان در کدام زمان افغانستان میشه در زمان عبدالرحمن خان خب. احمد شای عبدالی انوزم مورش در آرشیف ملی است احمد شای کیهانی است بله. از دودمان نادرشای افشار خودشه میدانه و بعضا در تاریخ عبیبی آمده که خودشه از اپاتیله میدانه یعنی افتالی ها احمد. аз دل... و силсила хда медона абада ба тарафи абдол авдол авғон намеравбда ол бадбинона қазоват накунм ма мегум ки мардми афғонистон да و замон расонаهо ба и ҳад набуда огоҳӣ бисёр поён буда ино ам номи қавми худшона болои ҳамаи афғонистон иطлоق кардан ар ساکید مانده و حتا نفهمیدن که همین چی ارزش داره سر و صدای هم در دا تاریخ میبینی نبوده هیچ سر صدایی از جنوب از شمال از هیچ جای درست. بالا نشد و این سر صدایی که سالای اخیر به میان آمده و خیلی ها بلند شدن اه. که نه ما افغانیت نمیپذیریم این سر صداها به نظرتان کمک میکنه به پیشرفتمان و یا باید ما یک رفراندومی راه بندازیم از سر بحث هویت رو مطرح کنیم خب به من خو موضوعات تاریخی است که بعضا با به ارزش های بعضی ها گره خرده ما اگر بسیار در این سرزمین پر جنجالی که سال هاست ما در جنگ و جنجال و منازعه به سر میبریم و یکی از دلایل عقب ماندگی ما از دنیا امروز هم همیز. ما بسیار رنگ های مختلفی شدید شدیم ما رنگی سرخ شدیم به طور مثال یا رنگی سبز شدیم یا رنگی گلابی شدیم مثل رنگی گلی قالین واری هیچ نمی روی ما ما هیچ گای امرنگ نمیشویم و در کنار ام استاد نمیشویم این باعث شده که ما بسیار عقیب بمانیم ما به این دلیل در مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان میپذیریم یک سری از موارد ما میپذیریم تا کجا میپذیریم می که تا جایی میپذیریم که جامعه پذیرش داره و ما را به عیس نماینده سنگسار نمیکنه و قبول میکنه ما تا به مو حد میپذیریم یعنی خدا شاهد است که بدن طرفدار این نیستیم که تشنج ملی خلق شوه اقوام بین کنه هویت همه مردم یا ملت همه مردم افغانستان افغان شوه نمایندگانتان شما را سنگسار میکنه موکلین تا موکلین ما را نمیپذیرن امی یک هفته بود که موکلین ما با ما تماس میگرفتند میگفتند برادر ما تاجیکم <applause> ما قوم پشتونه، اوغان، افغان دوست دارم، برادرام است، اما افغان نیستم. من ما پشتون هستم، ما تاجیک هستم، ما ازرا هستم، ما اوزبک هستم، این امیر که هستم باید امین رقم باشم. تشکر. رنگی دیگه به من نتیم لطفا شما را نماینده نگرفتیم که اصالتی مرا تغییر بده ما چی کردم میتونم تشکر واقعا من وردک شما گفتید خب این نماینده ها به یک سری که وارد کردید گفتید مستند هم هست این نماینده ها کار خودشان نبود ظاهرا اینا تحت فشار مردمی هستند که از اونها نمایندگی میکنن و این مردم پیام به اینا تماس میگیره که اصالتی ما تاجیک است اصالت ما یا یک قومیت دیگه افغانستان است ما افغان نیستیم نامی قوم را بالای ما نگذارید ما ببخشین باید به صراحت صحبت کنم من تقریبا چند سال عمر دارم امه. هیچ ولایت اولسوالی افغانستان نیست که من ندیدیم امه. و با تمام اقوام شریف افغانستان حتی اشنای آشنایی چی خیش آوندی هم داریم. دختر دادیم دختر گرفتیم امه. و دوستای زیاد ما نمیال پشت راستیم که برد قسم یاد کنم از وردک کردم و در قوم تاجیک و دیگه اقوام دوستدارای زیاد دارم درست. یک یگان شکایت من میکنم اگر من از تخار برای من به الفاظ نوشته میکنه که مراستی میبالم پدر ما یک جنرال بود در ولایت مختلف ما درس خواندیم یک متوسطی من در ننگرار در خوست سی جمالی دین افغان بلاخره هرات شاید انتا شش مدورده گرم دا دا. ما کم شنیدیم بسیار در این وقتهای آخر دمی سالهای آخر ای موضوعات شدن. خب این موضوعات چی شده خب اینا گفتن فن... در گذشته رسانه نبوده مردم افغانستان خب رسانه به این امروز نه نه رسانه ها نه نه مردم را آگاه نه نه کردن نه, نه نه. رسانه باید ما وحدت ملی را بخواهیم که در یک نقطه جمع شویم اینال خب این رقم دعه تو یک وقت اونجا آیس های اونجا در پشترت اشغال دیگه اونجاست و استخبارات دیگه اونجاست به یک شکل نقشه ما فکر می کنم که <تصفح> تو یک وقت اساس اگر ما این موضوعات دامن میزنیم، زنیم این متومات متوجه می ساز اقوام دیگه را اینجا بوی تجزیه باز می آید که به نفع نه نه تاجک و عزت تاجک و پشتو و هزاره و تمام اقوام دمی یک گلدستیش است هر کدامش که جدا شود فکر کنیم که ایچ ارزش نخواد داشت و اینه من یعنی باز بحث میخواید این جور نمیشه نقص در کجاست که ما یک هویت ملی واحد داشته باشیم نقص کجاست تا جایی که من ببخشیم تجربه دارم در مجالس شیشتیم امیال هر هزاره خود افغان میگیره میگه من هزاره هستم اهل تشیع هستم مگر من افغانستم دهرات مزار امیال مک مد... و ده... تاجیک همچنان کالا ما نماینده یکی از اقوام شاید تاجیک را داریم اینجا تاجیک ها به اینا تماس گرفته که ما افغان نیستیم فکر, فکر کنم بسیار یک یک اقلیت بسیار انگوش باشه من بعد با چندین مجالس امیال جناب استاد تا صدای ما میشنوه از دوست ما رفیق سنگر است و ده ها ست ها مجالس کشته. هر تاجیک خود افغان گفته هر ازاره خود افغان گفته هر پشتون خود افغان گفته من میرم طرفدار نیستم که همین نام افغان به پشتونا بده بقیده ما بقیده ما تمام اقوام که شریف که در در این افغانستان زندگی میکنن افغانستان هستن مگرم اقوام شریف هستن ما در تذکره من قبول دارم جمهوری اسلامی قبول دارم باید دین و اسلام نوشته و باید ملیت که سابق هم نوشته می شد افغان نوشته شود قوم باید باشه وقتی که قوم نوشته شد درست. قوم بر عبد و لعبد در بین اما اینجا باش, این, جا، باش این اشتاد قوم اگر شوین اینجا بوی تجزیه نمی آید یک سنگر واحد می آید ملیت واحد می آید قوم چیز یک ملت واحد بو قوم داره چند درست. مذب داره خوب شاید خیلی زیاد داره نه چند ما خبر ندارم ببینید جناب وردکسی بس 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 رب... دل... 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 ما قرار سوارونا می‌بریم ببینید جناب وردک ما داریم شما از بوی دزل می‌بینید امریکا... اگر قرار باشه ما به هویت ملی برسیم این 80 دیگه چه کار است ما چرا یک ملیت و یک ملت نشویم که اینجا به نام افغان باشه در کنارش با تاجیک چه معنا داره که 80 قوم باشیم چرا یکی نشویم نه قوم خو نمیشه که کل ما بگویم که پدر ما یک پدر بود پدرها خو میلیوناست هاست اولادش هم سی شما یک مملکت برای من نشان بدید که اونجا کلش یک قوم واحد یک جنس واحد باشه از تاریخ حساب خیاله کل خلق شدن امی امریکای ها از هر قطعه اروپای ها به شمول افغان رفته رفتن دهند چندین زبان و مذهب است من یک نامه واحد وحدتی ملی جمع شده خب. در فرانسه در آلمان بعد ده اونان هم در شناسنامه هایشان دارن امریکن و بعد در کنارش دارن یک هویه دیگه مثلا سرخ پوست. مثلا سیاه پوست این گونه هست نه نه چیز هر امریکایی خود امریکن میگه فردن آلمان برد فردن نیدرلین نام مملکتش هست مگرم هویت خود هالندی میگه فردا دوچلند هویت خود دوچ میگه به این معنا افغانستان فردن ملیت ما افغان خب اطلاع اطلاعات شما چی میگه؟ امی امریکان دو دوچلند امینا امی هویت ملی را تعیین کردند خب تعیین کردند؟ قبول کردند از کجا کردن قبول کردن اکثریت اینا میله قبول کردن اکثریت مردم افغانستان به زمین وکیل سبیره قبول نداره مردم چند این سال کردن. که قبول کردن آله که ندارن نداشته باشن چی میگن تشکر جناب جن میکنه؟ اقلیت, اقلیت, میکنه؟ اقلیت میکنه؟ که قبول نداره به زمین ها اکثریت نیست اقلیت مردم شاید باشه که تاجیک باشه که افغان بودن را قبول نداره پس شما چرا به اکثریت تمرکز نمیکنید ما به اکثریت تمرکز میکنیم اصلا برای این موضوعات رای حل اینمی ولسی جرگه و شورای ملی است شورای ملی امروز 82 دو رای رد داد ش... شورای, شورای ملی غیر را... قانونی؟ را... خب آ... از دید قانون اینش که او... بحثی جدا اینش بحثی جدا نه نه اگر این را دا داخل شویم خویه... یک بحثی کلان دیگه باز دهی جدا ضرورت است اگر امون شورای قانونی هم بیاید امی گپی ما را تایید میکنه چی میکنه؟ زیر یعنی امی... فشار اقوام نه تجزیه می... میکنه نه افغانستان از... واحد میخواهی؟ این به معنای تجزیه وحدت ملی اصلا به شکلیات وحدت ملی به یک سلسله تشریفات نمی آید وحدت ملی عمل حکام و زعما را کار دارد تا زعمای ملی ما عمل ملی انجام نتن به این شکلیاتی که اویت دیگر را پو زیر پوشش یک قوم خاص قرار بتن و بگن که این وحدت ملی شد ابدا وحدت ملی نمیه ما عمل باور دارم که در دا گزینش یک مامور پسوند پیشوند قوم هر یکی از مسئولین ما متوجه می باشه. بروی بر روی اونمو معیارای قومی گزینش مامورین ما صورت میگیره دیت یک حالت ما چه میتونیم به یک کلمه افغان ما وحدت ملی را تمثیل بکنیم و عمل ما به با گونه باشه اصلا هیچ رای وجود نداره وعدت ملی به عمل کرد می آید اما پیغمبر خدا هم که در سرزمین عرب آمد پسوند هیچ قومی را از بین نبرد ابوذر غفاری بود سلمان فارسی بود صاحب رومی بود ولی عمل عادلانه بود همگی تحت چتری از او جمع شدند امیال عملی ما عادلانه باشه فرق نمیکنه ما افغانستانی در زیر این کلمه هم جمع میشیم جناب وکیل اگر جمع کنیم در پایان برنامه استیم این کاری رو که شما کردید تصمیمی رو که شما گرفتید اگر دوباره از طرف رئیس جمهور ارج گذاشته نشه یک و اگر از طرف مردم مثلا اگر مردم به زمین وردک اونایی که اینا میگن باشه اکثریت کسایی باشه که خواستار واجه افغان با اونان هویتشان باشه اینا دوباره در برابرتان بیسته شما چی میکنید؟ خب در یک ناگ... ما خب کاری را که در صلاحیت بود کردیم ما حل منازع... هر منازع هر پدیده اجتماعی را حلش در داخل شورا توسط استعمال کارت سرخ سب سبز صورت میگیره ما کاری خود انجام میتیم رئیس جمهور نمیکنه یک کاری غیر قانونی انجام میده رئیس جمهور باید تطبیق بکنه و هیچ مشکلی هم وجود نداره در تذکیره همه ما افغانستانی هستیم مسلمان هستیم هویت اقوام در دیتای شخصی همگی میآید در دیتای مرکزی آره هم ثبت درج می شود تعداد اقوام در دیتای مرکزی تثبیت می شود که ازاره نفوذش چه به حد تاجیکات بچه تعداد هستند پشتونا ها چه تعداد هستند همه این مشکلات ما حل می شود تا... ذکر می شود در قومیت ذکر می شود مشکل در کجاست مشکل در صفحه ظاهری تذکره در باطن همه چیز ذکر می شود ما هیچ مشکل نداریم ما ما در تعدیل دوم خواستاری بودیم ما گفتیم که خب وقتی که شما سر این موضوع توافق نمیکنین ما در, تعدیلات این گونه پیش می رویم. شما نوشته کنین در صفحه تذکره نوشته کنین نام صلاحیت بتین ولد ولدیت مثلا رنگی چشم بلندی قد نوشته بکنین زبان مادری این صلاحیت بگذارین به افراد که زبان مادریش چی نوشته میکنه قدش چه قدر است نامش چیست ولدش چیست ولدیتش چیست از کدام ولایت است این را به مردم افغانستان فقط زبان مادری نوشته کنین زبان مادریش پشتون نوشته میکنه هزارگی نوشته میکنه اوزبک نوشته میکنه فارسی نوشته میکنه دهی هم توافق نکردن <تصفح> نه ما اگه ایره میگه نوشته بکنیم ما اگه نوشته بکنیم مادری 90 فیصد مردم افغانستان میگه فارسی تاجیکی خالی مشکلی ما چیست اصلا منطقی نمیسته <تصفح> که باید زبانی مادری میومد چرا؟, منطق <تصفح> چرا منطقش چیست چیست فارسی زبان نیست ام ام کدام زبان گپ میزنم کدام در زبان میتونم رای مسئله ایرمی در ببینین اگر ما زبان مهمان زبان هستم ما اگر ما زور زبان ما سبتخار را دا... میکنم اگر ما زبانی لغات ایرانی را داخل اگر ما کنم. زبانی دری را زبانی پشتو را ما زبانی مادری اینجا در تسکیره نوشته کنیم منطقش ایسته که پس مثلا 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 نه ما میتونیم نصاب تعلیمی را بر روی اینمی ایار بکنیم ما میتونیم مراسلات و مکاتبات را به روی ب... ما میتونیم صورت دعوای سارنوالی را فیصله های قضات را همه را در اولایاتی که دری گب میزنن به دری پشتو گب میزنن به پشتو این مشکلی ما را حل میکرد ایرم نپذیرفتن ایرم گفتن که ما را نمیپذیرفتن من در بودم کل معارف چیز بود در پشتو بود, بود. ده در خوست بودیم که خودم درس خوانده من در پشتو بود کابل آمدم سعی جمالی الدین دری بود در دری بود پس که وردک آمدم پشتو شد یعنی هر ولایت به زبان خود در زمان ما یعنی مشکل ما چیست واقعیت های عینی جامعه افغانی را ما نمی وقتی که می بینیم ما تعداد من کم می شود در هر موضوع حقیقتی که ما ببینیم نقص میکنیم ما عقب تشکر میشیم قبول نمیکنیم اگر استاد اگر, اگر حکومت تن به تو ارد بگذاره به تصمیم تان مشکل حل است و تذکرات توضیح خواهد شد حکومت خب ما این بار امیدوار که رای حل از این که راه حل خوب نیست ما همه چیز پذیرفتیم رفتیم اقوام ذکر میشه و در فرمایی که برای خانواده ها داده میشه تعداد نفوس هر قوم معلوم میشه و هیچ مشکلی وجود نداره و قانون،, قانون بسیار قانون عادلانه است اگر سیاسیون ما این را دامن زده <تصفح> باز به خاطری از این از این که در افغانستان سیاسیون ما ورقی برای جمع کردن و میور قرار دادن خردشان در میان اقوام ندارند <تصفح> باز اگر موضوع قومیت مطرح بکنن تا رای بگیرن تا در آینده با پاور شوند گویا اینکه <تصفح> از هویت شما دفاع کرده میره اگر نسازن کازیبانه صادقانه بگیم بهترین قانون است خیلی سپاس چند جمله پران برنامه است نه این قومیت که تجارت میکدن او, او رو آل پوپنک زده آل در قرن 21 زندگی میکنه ما من منعیسی اگه افغان مسلمان که تک تمام اقوام شدیف افغانستان برادر خود می از عقیده میگم مثلا مجبوریت درست. ندارم ترسام ندارم ما به چی سنگر است کلش برادر است کلش نور چشم مست و در از ناموس وطن از خاک افغانستان مقابل هر ارگان استعمار ما مشترک دفاع کردیم چرا مشترک برای من آله من آله هر منبع از, از دید حقوقی و سیاسی من بس میکنم <applause> حقوقی بس میکنم برای من نه بسیار از که قانون اساسی را زیر پای کده وسیقی میلی مره از دو خاطر من فرمانای ریاست جمهوری چون از منبع غیر قانونی هیچ وقت قانون حکم نمی کنه چرا منبع غیر قانونی است برای من فیصله سلام برای وکیل سه به اقتدادش سلام دوستای من <تصفيق> <تصفيق> من اردو منبع چون برای من غیر قانونی است <تصفح> هر اقدامش غیر قانونی است تشکر مراجعه شو با ملت افغانستان که چی رفراندوم مگر برای من ایساگ... من اگر مسلمان تش. که بر قرآن رجوع کنیم کجا دیگه موضوعات هست مسلمان است ولی تو یک وقتی که نه عیسی میمانید نه ایران و نه دیگه چی حال است تشکر یعنی تو موضوعات دامن زدن خدا نخواسته خدا نخواسته نرین طرف تجیه یا بعد مسائل قومی تشکر به هر قوم خود. سی ثانیه داریم جناب وکیل اگر گپ بگفتن دارید تشکر خیلی سپاس از خام خام شما عبدالعوف نعامی نماینده مردم در مجلس و آصف وردک کنشگر حوزه خبرنگاری برای حضورتان تانداری بس و سپاس و امتنان بناهایت هم از شما که بیننده این پرسشنید آخر خط بودید تا درود و دیدار دیگر شب و روز و کام و مرادتن.